گرمسار، سقوط یک هواپیمای آموزشی و کشته شدن یک پاسدار بسیجی. سفر مایک پنس به انگلستان برای مقابله با جنگ‌افروزی‌های رژیم آخوندی. سفیر سابق آمریکا در انگلستان، احتمال خروج انگلستان از برجام وجود دارد. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، توجهتون رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب می‌کنیم. صبح امروز بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی حوالی فرودگاه ایوانکی گرمسار، دو نفر از جمله یکی از سرکردگان بسیج کشته شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، پاسدار فتحی نژاد از بنیانگذاران یگان موسوم به فاتحین بسیج بوده است. جمعی از مردم شهرک امام رضا در درگز خراسان نسبت به قطع درختان توسط ماموران شهرداری اعتراض کردند. یکی از معترضین گفت دستور قطع این درخت پس از پرداخت هزینه 1,000,000 تومانی به حساب شهرداری رژیم صادر شده است. طوفان خاک باعث مشکلات جدی تنفسی برای مردم زابل شده است. طوفان خاک آسمان زابل و به ویژه روستاهای آن را تیره و تاریک کرده است. زابل به گونه دیگری هست. مردم زابل این روزها تلاش می‌کنند برای نفس کشیدن. نفس کشیدن هم در سیستان این روزها دشوار است. سرعت وزش بادهای 120 روزه در برخی مناطق سیستان و بلوچستان به 104 کیلومتر بر ساعت رسیده است. با این وجود هیچ گونه اقدامی از جانب ارگان‌های رژیم آخوندی برای مردم زابل و روستاهای اطراف انجام نشده است. کاخ سفید طی بیانیه‌ای از سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به انگلستان، ایرلند و ایسلند در ماه سپتامبر برای مقابله با جنگ‌افروزی‌های رژیم ایران در منطقه خبر داد. در قسمتی از این بیانیه آمده است معاون رئیس جمهور روزهای 4 و 5 سپتامبر را در انگلستان سپری خواهد کرد، جایی که وی بر مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم ایران در خاورمیانه و فراتر از آن متمرکز خواهد بود. لوئیس لوکنز، سفیر سابق آمریکا در انگلستان گفت چیزی که شاید دونالد ترامپ و جان بولتون بیش از همه در مورد انگلستان مشتاقان باشند، خروج آن کشور از توافق اتمی با رژیم ایران است. رئیس جمهور ترامپ و جان بولتون همواره از این توافق بیزار بودند و ما حدود 1 سال پیش از آن خارج شدیم. وی افزود تا الان دولت انگلستان همراستا با دولت‌های فرانسه و آلمان تلاش کرده در توافق اتمی باقی بماند. اما دونالد ترامپ بسیار مشتاق است که انگلستان هم از توافق خارج شود. حدس من این است که دولت انگلستان به نخست وزیری بوریس جانسون از قرارداد اتمی با رژیم ایران خارج می شود. نیروی دریایی کره جنوبی یک ناوشکن با 300 پرسنل و خدمه برای جنگ با راهزنی دریایی را به خلیج عدن اعزام کرد. واشنگتن تایمز نوشت اعزام این نیروی کره جنوبی باعث گمانه‌زنی شده که این ناوشکن ممکن است به نیروی دریایی آمریکا بپیوندد که از تنگه هرمز حفاظت می‌کند. آن هم در بحبوحه افزایش تنش با رژیم ایران، بنا به گفته منابع وزارت دفاع، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در حین بازدید از کره جنوبی از سئول خواسته بود که در ائتلاف تنگه هرمز نقش داشته باشد. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت در یک نگاه. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.